بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه عزیزان ما توی این 14 تا ای که تقریبا گذشت یک شمای خیلی کلی و خوبی رو از بحث نرم‌افزار فتوشاپ با هم کار کردیم و چند تا نکته وجود داشت که من در همه جلسات تقریبا بلا استثنا خدمتتون عرض کردم یکی تمرین شماست و یکی همین که دقت کنید روی اتفاقات توی خود همین سیر دوره‌ای که زمانی که داشت برگزار میشد توی همین دوره ما بعضا یه سری سوالاتی داشتیم حالا چه توی یوتیوب چه توی در واقع خصوصی در ایتا یا تلگرام مثلا فلان تکنیک رو باید چه کار کرد در صدی که من توضیحش رو داده بودم که خب این کار رو باید با استفاده از ابزار مثلا مسک انجام داد به عنوان مثال اما خب مسئله ای که وجود داشتیم بود که بعضا این قضیه دوباره به وجود می اومد و سری سوالاتی پرسیده می شد عزیزان دقت کنید که اولین نکته فقط این باشه که فیلم ها رو به صورت دقیق ببینید اگر یک بار دیدید و فکر میکنید که ضعیف بوده این یادگیریتون باز مجدد ببینید هیچ مشکلی نداره به صورت کلی اما نکته دوم در مورد این جلسه که میخوایم خدمتون سری توضیحاتی رو عرض بکنم ببینید از وقتی که شما بخوایم وارد کار طراحی بشید یعنی ما الان فقط فتوشاپ بلدیم ما الان چه من چه شما الان یه فتوشاپ کار هستیم خود عبارتش اشتباه ولی خب به صورت کلی ما الان فتوشاپ کار حساب میشیم یک گرافیست یا یک حالا گرافیست که تمام گفت درست نیست ما یک گرافیک دیزاینر نیستیم خب برای این بحث شما لازمش اینه که عزیزان اول از همه علم گرافیک رو یاد بگیرید یعنی اگر شما میخواین به صورت تخصصی وارد فضای طراحی با نرم افزار فتوشاپ بشید که هر خود فتوشاپ هم به تنهایی کافی نیست شما باید علم گرافیک رو بدونید و خب نکته ای که وجود داره اینه که توی علم گرافیک شما خیلی مطالب مختلفی رو یاد میگیرید هم از رنگ نور حجم خلاقیت و غیره که شما با دونستن این جور قاعده و دونستن این در واقع میشه گفت علوم در این موضوعاتی که حالا یه سری از چند تا دونه موضوع بود خدمتتون عرض کردم میدونید که تو فتوشاپ باید از کجا شروع بکنید خیلی مهمه دیگه خیلی مهمه اما پوستر هم دقیقا همین شکلیه پوستر چیه؟ اول خدمتون توضیح بدم پوستر یک اثر هنریه که یه دونه علمانی توش هست یه دونه تصویر خاصی توش هست که خب وقتی که مخاطب با دید اولیه اون رو میبینه میفهمی که خب قراره چی توی این تصویر هنری چی توی این اثر هنری ذهنش رو ترغیب میکنه به اینکه قراره چی یاد بگیره یعنی مثلا پوسترای چیزهای مختلف رو ببینید که مثلا توی پوستر مذهبی حالا به عنوان مثال تو یک پوستر مذهبی وقتی که شما مثلا یک تایپوگرافی یک خوشنویسی از مثلا یکی از ائمه رو شما وقتی که ببینید خب متوجه میشید که این پوستر در مورد چیه اگر هم یه متن حدیثی یه اتفاقی یه چیزی هم بوده زیر اون متن زیر اون در واقع المان اصلی خب سایتر ذهنتون منتقل میشه پوستر هم دقیقا همینه و اتفاقا پوستر یکی از حساس ترین موارد گرافیک دیزاینه چرا به خاطر اینکه باید با دید اولیه با نگاه اولیه و اون نگاه اول به قول گفتنی اون مخاطب ما بفهمه که قراره چی توی این تصویر میخواد یاد بگیره به خاطر همینه که دارم خدمتتون عرض کنم که عزیزان پوستر از حساس ترین میشه گفت گرافیک دیزاینه و خب اهمیت خیلی خاصی هم داره بلخص برای زمانی که بره تو بحثه. تبلیغات اما دونستن این علم یک بخشه یک بخش خیلی مهم دیگهش خلاقیت حالا شما توی این سیر گرافیک شاید مثلا طبق موضوعات مختلف یه سری ایدهایی تو ذهنتون بیاد ولی خب بحث خلاقیت رو نمیشه ازش صرف نظر کرد خلاقیت خیلی اهمیت داره یعنی مثلا میگم به عنوان مثال اگر شما مثل من من خودم تجربی میشه گفت تقریبا این فضای گرافیک دیزاین اینا رو یه حدی یاد گرفتم و کار کردم اون زمانی که حالا به صورت تخصصی کارم مثلا گرافیک بود و طراحی پوستر و عکس نوشته و غیره و اینها اگر شما خلاقیت داشته باشید یک حجم مسیر خیلی خوبی رو رفتید و میشه گفت که تقریبا نصف مسیری که برای بحث گرافیک دیزاین هست رو پیش بردید به زعم من چون که خلاقیت خیلی مهمه یعنی اینکه شما مثلا از یک تصویری بتونید یک مفهومی رو انتقال بدید که اون تصویر هیچ ربطی به اون مفهوم نداشته باشه خودش یک کار خیلی بزرگه به خاطر همین خلاقیت داشتن این قضیه خیلی مهمه توی این بحث پوستر دیزاین همونطور که عرض کردم پوستر دیزاین هم یک شعبه ای از گرافیک دیزاینه و خب اینها با هم مسائلشون یکی هست اما میخوایم خلاقیت پیدا کنیم باید چی کار بکنیم چند تا نکته وجود داره یکی اینکه ما یه سری تکنیک های خلاقیتی داریم که میشه از اون تکنیک ها استفاده کرد و خیلی هم تکنیک های مشهوریه شما اگه سرچ بکنید تکنیک های خلاقیت البته اینتر رو نزنید صفحه گوگل رو باز کنید گوگل دکن توی کروم هم نه گوگل رو باز کنید بزنید تکنیک خلاقیت یه سری اسامی رو براتون میاره مثلا فیلی تکنیک خلاقیت فیلی تکنیک خلاقیت اسکمپر یه سری ها رو براتون میاره که توی پروسه ایده یابی و خلاقیتتون خیلی عالی و خوب باشه. اینجا دو تا نکته است. ما یه بحث ایده یابی داریم، یه بحث ایده داریم، یک بحث اجرا. که حالا واسه اون بحث اجرا هم خدمتتون توضیح میدم. اما توی بخش ایده واسه اینکه ما بفهمیم الان باید چی طراحی کنیم. الان مثلا من میخوام یه دونه پوستر خلاقیتی با خلاقیت خوب برای یک مجموعه، برای یک شرکتی، برای یک جایی میخوام طراحی کنم. از کجا شروع بکنم؟ تکنیک اسکمپر تکنیک فیلی و تکنیک های مختلف خیلی میتونه برای کارتون خوب باشه و اتفاقا خیلی هم باحاله بخونید در خیلی کیف میکنید یک بحث دیگه بحث اجراست که خب این وسط علم شما الان خوبه این وسط این رو میطلبه که شما فتوشاپ خوب کار کرده باشید و از طرفی دید هنری داشته باشید دیده هنری یعنی چی یعنی اینکه مثلا الان که شما فتوشاپ رو یاد گرفتید اون تقریبا 10 12 سال پیشم هم برای همین طوری بود از این به بعد هر چیزی که در هر جایی چه توی تلگرام اینستاگرام هر جایی که میبینید یک اثر هنریه مثلا حالا نگمم یک اثر هنریه یک پوستریه یک متن یک چیزیه اول از همه ذهنتون رو ببرید به سمت اینکه چی باعث این شده که این تصویر مثلا خوشگل بشه یه تصویری هست یک چیزی هست که طراحی شده به دلتون چسبیده و شما اون رو دیدید اولین کاری که شما از این به بعد باید انجام بدید اینه که تو ذهنتون بیارید که خب یک از جهت فنی این چطوری توی فتوشاپ اجرا شده نکته اول نکته دوم علت زیبایی این طرح چیه نکته دوم خیلی مهمه و خب این وسط برای اینکه شما بتونید دیده بسریتون رو بیشتر بکنید لازم دارید که نمونه زیاد ببینید نمونه حالا یعنی چی مثلا شما میخواین که یه دونه کارت ویزیت مثلا برای یک عطاری میخواین طراحی بکنید به عنوان مثال خب اولین چیزی که باید سرچ بکنید کارت ویزیت عطاریه توی این، توی گوگل توی سایت های مختلفی که نمونه کار میارن اولین نکته اینه که شما باید سرچ بکنید تا دیدتون نسبت به اون اتفاق باز بشه خب حالا واسه این داستان ما چه سایت هایی داریم چه اتفاق ها داریم من خودم به شخصه فقط میشه گفت تقریبا از دو تا سایت استفاده کردم یکی سایت دیریبل که با دبل بی نوشته میشه و یکم سایت بی که من خودم به شخص نمونه کارامو اونجا میذارم و اونجا حالا میچرخم و حالا توضیحاتش رو بهتون میدم این دوتا سایت سایت خیلی خوبی هم برای اینکه شما بتونید اون دید بسریتون رو نسبت به اتفاقات باز بکنید این دید بسری همونطور که عرض کردم خیلی مهمه شما مثلا دنبال یک موضوعی هستید به عنوان مثال شما مثلا میخواین که یه دونه موشن گرافیک طراحی بکنید شما به عنوان یه دونه موشن دیزاینر میخواین یه دونه موشن گرافیک طراحی بکنید برای مثلا یک جای مذهبی برای مثلا یک میان برنامه مذهبی که قرار مثلا تو شبکه دو مثلا قرار پخش بشه به عنوان مثال خب این وسط شما باید نمونه زیاد ببینید یکی از نکاتی که برای بحث نمونه دیدن همونطور که کردم همین سایت هاست من خودم به شخص یکی از تفریات اینه که در زمانی که وی پی یاری بده اینترنت یاری بده میرم تو این سایت بیهنس میچرخم دیری بیشتر میشه گفت کاراش بیشتر بحث کارکتر دیزاین و یو آی و انیمیشن حالا یه سطحش خیلی جیگولی تره به قول گفتنی ولی دیریبل خیلی عمومی تره از جای مختلف دنیا هستن دریبل دیر... و بیهانس خیلی بهتره نسبت به دیریبل به زعم من جا تا جا فرق داره مثلا دیریبل من دیدم زیاد بچهای ایرانی اونایی که مثلا یو آی کارن اونا خیلی توی دیریبل کار میذارن و اونجا مثلا کاراشونو پروموت میکنن و در واقع کاراشونو پرزنت میکنن و به خلقولا نشون میدن اما خب من به شخصه بیهنس رو خیلی بیشتر باهاش کیف میکنم چون توی کتگوری های مختلف هست فوتوگرافی، انیمیشن، انیمیشن دوبودی، بازی سازی، نمیدونم ساوند دیزاین کتگوری های خیلی مختلفی هست همونطور که در تصویر میبینید و خیلی خیلی به نظر من میتونه برای این کار شما مفید و خوب باشه این بحث نمونه دیدن و همونطورم هم که عرض کردم وقتی که شما یک نمونه میبینید از کلیپ نمیدونم صوت و هر چیزی که شما از این بعد به عنوان یک خل... یک کسی که قرار خلق بکنه به عنوان خلاق که میگم یعنی کسی که قرار خلق بکنه یک اثر هنریو از این به بعد فقط و فقط دیدتون این باشه که خب یک این توی اون نرم افزاری که من باش کار میکنم چطوری طراحی شده پروسش رو تو ذهنتون شبیه سازی بکنید و از طرفی نکته دوم که علت زیبایی این تصویر الان چی هست این دو تا نکته رو داشته باشید تا انشالله بتونید توی این فضای گرافیک دیزاین به خوبی هرچی تمامتر وارد بشید و بتونید کار حرفه‌ای هم تولید بکنید اما از این مود یه سری از نکات بحث گرافیک دیزاین و به صورت تخصصی پوستر دیزاین اما در ادامه میخوایم با هم یک سری از کارهای مذهبی و سری از نمونه‌های مذهبی رو از جهت فنی با هم ان بررسی بکنیم این آثار توسط استاد عزیزم استاد رضا طراحی شده و خب البته من ایشون رو به صورت دورادور میشناسم با هم الهی سری ارتباط داشتیم در واقع در حد اینکه مثلا ازشون اجازه بگیرم برای این بحث که بتونم نمونه کارهای ایشون رو فایل پی اس دی ایشون رو در واقع پرزنت بکنم و روش توضیح بدم اما خب کارهای ایشون جز به ف... کارهای قدیمی یعنی شاید باورتون نشه یه سری تصاویری که در ادامه با هم میبینیم و قرار از فنی بررسی بکنیم مال حداقل سال 88 دیگه خودتون فرض کنید الان از 88 تا الان چقدر گذشته برای اون ساله اما خب هنوزم که هنوزم می‌بینیم تازه مثلا داره صدا و سیما اون طراحی‌ها رو داره نشون میده از بس حرفه‌ای بوده از بس حرفه‌ای بوده قبلا حالا نمیخوام واردش بشم و صدا و سیمای فشل ما همیشه خدا کلا 10 سال از همه اتفاقات معمولا عقب الا سری از چیزایی که براش پول داشته باشه مثل فوتبال وارد نشیم دیگه ها به نظرم وارد نشیم اما ان شاء الله می‌خوایم با هم بریم سراغ این که ببینیم این اتفاقات چطوری در ابزار فتوشاپ رقم می‌خوره و با هم می‌خوایم یک سری از فایل‌های پی اس بسیار بسیار حرفه‌ای از استاد عزیزم رو خدمت شما نشون بدم و اجزای فنی با هم بررسی بکنیم اما یک سری از نمونه هایی که در واقع میتونیم با هم ببینیم رو میخوام بسم رو با هم بگیم من واسه جالبی قضیه توی پراپرتیس رفتم ببینم که در واقع این برای کی کپی شده این برای 2014 من تازه روی سیستمم در واقع کپی کردم یعنی میخوام حجم قدیمی بودن اتفاق رو خودتون فرض کنید اینکه حالا تراهیش کی بوده خودش بماند میخوام همین سری از پوسترها رو ببینیم مثلا به عنوان مثال من این پوستر رو میخوام با هم توی بررسیمون داشته باشیم بیام اسکرول کنم پایین تر یک سری نمونه دیگه مثلا این یکی بعد باز هم بیام پایین تر یک نمونه الان دیدم آها دقیقا همین این رو هم دوست دارم بررسی بکنیم باز هم میام پایین تر این یکی فایل پی اس دی و مجدد اسکرول میکنم یکی از کارهای بسیار بسیار زیباییشون که عدد یکش رو میخوایم وارد کنیم بقیه چیزها رو حالا توضیح میدم بهتون بقیه فایل ها چی به چیه اما خب این یکی رو با هم باز بکنیم و در واقع فکر کنم همین تعداد هم خوب باشه البته آیت الله جوادی آ... آیت الله حسن زاده آمولی چون من خیلی دوستشون دارم دوست دارم که این فایل رو هم با هم ببینیم که توی بحث در واقع فوتوگرافی این قضیه کجا خودش رو نشون میده ببینم این فایل آره این فایل دیتیل بیشتری داره تا خدمتون توضیح بدم بیایم از فایل اول شروع بکنیم خب فایل اول در واقع این پوستر به این شکله پوستر اصلش چیه اصلش رو با هم ببینیم پوستر این پوستر اصلش به این شکله ببینید دیتیل و جزئیات رو یک تصویری یک افکت ماه ما این وسط داریم اگر شما با یک مانیتوری که در واقع آی باشه این رو ببینید یا با گوشی موبایلتون احتمالا این ماه رو در این بخش ببینید یا آسمون ابری داریم و همونطور که می‌بینید فضا یک حالت در واقع به زعم من رمانتیک و زیبایی وجود داره بیا ما هم از ابتدای کار ببینیم ببینید از اون اولین نکتهش اینه که اومدن از چی استفاده کردن از یک فایل از یک در واقع میشه گفت پترن و تکسچر این پترن و تکسچرها ها خیلی به درد میخوره من خودم یه سری پترن و تکسچر دارم که الان خدمتتون نشون میدم اگر شما به این سبک دیزاین در واقع به این سبک دیزاین علاقه دارید لازمش اینه که شما همیشه اون ابزار کار خودتون رو داشته باشید مثلا یک بخش تکسچرای من اینها هست عزیزان دقیقاً میشه گفت همین که توی همین در واقع پوستر های استاد عزیزمون استاد رضا استفاده کردن ایشون خیلی هاش رو در واقع گذاشته بودن که قضیهشم هم از این قراره که یک پکی بود سایت پرشین جی این رو منتشر کرده بود قضیه مال ده دوازده سال پیشه و من این پک رو تا الان دارم و توی خیلی از پوستر ها ازش استفاده کردم و بعدا پک خودم رو درست کردم که شاید احتمالاً بذارمش روی سایت برای دانلود رایگان یا حتی برای اینکه به صورت پریمیوم فایل رو بتونید تهیه بکنید چیزهایی که خودم در واقع دانلود کردم اسکرول میکنم میام پایین تر خیلی از چیزهایی که شما اینجا میرید میگید شاید به دردی نخوره اینا چیه مثلا خب این رو من قرار الان کجا استفاده کنم اما وقتی که بیایم روی یک پوستر دیگه روی این پوستر بخوایم با هم ببینیم خودش رو اینجا نشون میده من همه اینا رو میذارم روی نرمال و خاموشش میکنم مثلا این یکی رو با هم میبینیم این یکی یه دونه فایل در واقع میشه گفت یک گردینته. یعنی رسما میشه گفت یه دونه گرادیانته. این رو باز میکنم این رو با هم ببینیم این رو باز میکنم ببینم که یه دونه افکت بوکه است افکت بوکه که دقیقا میشه گفت من همین الان چند ثانیه پیش توی فایلام خدمتون نشون دادم وقتی باز میکنم ببینم میگه که حالت گرادینت یک رنگ فقط باز می ببینم ای یه این تکسچر رو من خیلی زیاد استفاده میکنم بیام با هم بالاتر تا این تکسچر رو بهتون نشون بدم این تکسچر هست عزیزان البته نه این یکی نیست یکی دیگه هست. اما این تکسچر رو من برای کارهای مختلف خیلی استفاده میکنم چطوری با بلند مودها ها عزیزان با بلند ها شما میتونید از این جور تصاویر توی کاراتون استفاده بکنید و در نهایت خروجی اصلی چی میشه؟ خروجی اصلی در نهایت میشه یک همچین تصویری که روی تصویر آیت الله حسن زاده آمولی میفته این تصویر و میبینید که چقدر یک پوستر زیبایی خلق میشه و خب در نهایت پوستر نهایی میشه این چیزی که شما اینجا الان مشاهده میکنید چرا اینها دو تا فایله به خاطر اینکه ببینید این هم کار خوبیه که شما همیشه حواستون باشه شما وقتی که میخواین یک سری از طراحیتون میخواین داشته باشید همیشه سعی کنید فایل های پی مختلفی رو تهیه بکنید مثلا کار تا اینجا رسید یک فایل پی باشه وقتی میخواین که کار بعدی رو میخواین یک قدم بعدی رو میخواین برای کارتون رو انجام بدید یک فایل پی جدید ازش درست بکنید میتونید همین رو کنترل سی کنترل وی اسمش رو عوض بکنید و روی این جدیده از این به بعد کار بکنید تا در نهایت کاری که میخواین طراحی بکنید تبدیل بشه به اون پستر نهاییتون که تو این تصویر میبینید یک سری بافت ما این بخش داریم یک سری نور در واقع میشه گفت اضافه که در این بخش اضافه شده و یک حاله تکسچر نرمی که در این بخش میبینید و همونطور که در جلسه مربوط به پترن خدمتون عرض کردم مربوط به بخش لیر استایل داخل این متن هم همونطور که میبینید یک پترنی افتاده و کار به صورت خیلی خیلی زیبا و دلنشین طراحی شده بریم با هم پوستر بعدی رو ببینیم یکی هم که هیچی پوستر بعدی پوستر بعدی رو فایلش رو مجدد براتون بیارم این پوستر هست مرحله اول بکگراند مرحله دوم متن و در نهایت پوستر فاینالی که خب حالا مسئله به اینه توی پروسه کارتون یکی از پلاگین هایی که در واقع تو همین جلسه قبلی بود فکر کنم آره تو همین جلسه قبلی خدمتتون عرض کردم در بخش پلاگین ها پلاگین نیک افکت شما حتما استفاده بکنید نیک, اف... نیک افکت خیلی پلاگین بسیار بسیار خوبی برای کار شما هست عزیزان و خب کارتون رو میتونید در واقع یه سری از این افکت های آماده ای که این در واقع نرم های اندرویدی اپلیکیشن های عکس هست که به شما تحویل میده میتونید روی تصویر فتوشاپتون اعمال کنید به شرط اینکه کل لایه‌تون رو انتخاب کنید مرج لیر بکنید و پلاگین رو از بخش افکت و اون پلاگینی که در واقع دانلود میشه و این بخش پایین میاد اجرا بکنید و میتونید که در نهایت یک پوستر بسیار بسیار زیبا درست بکنید تو بخش آخر کارشون با هم ببینیم چی کار کردن اومدن از یک تکسچر این شکلی استفاده کردن همونطور که میبینید این در واقع یک همچین چیزیه با هم چند بار از روش کپی بگیریم و حالت ترنسپرنتش برطرف میشه ببینید اصل کار چی بوده اومدن از این تکسچر تو یک تصویر مذهبی استفاده کردن من سبک کاری که ایشون انجام میدن رو خیلی دوست دارم و کارها فوق العاده است به صورت کلی اما بیایم با هم بک‌گراند‌ها رو بررسی بکنیم از لایه اول لایه اول این هست لایه دوم یه سری براش هست براش در واقع گرد و غبار لایه سوم یک عکس خوشنویسی قدیمیه که من خب یک سری از همینا رو در واقع دانلود کرده بودم دقیقا یک سری هاشو یک سری هم خودم یادم دانلود کرده بودم هم از همین پکی که در واقع فیکس و استاد رضا زحمتشو کشته بودن من استفاده می‌کردم و از همین تکچر و اینها توی این جور کارها هم زیاد استفاده کردن میریم فایل بعدی فایل بعدی همونطور که میبینید یک افکت گرانجی هست همین متنی که در صفحه میبینید افکت گرانجی دقیقا همین افکتهای های زخم و زیلیه. حالا به قول ما اسپانیا ها زخم و زیلیه خود همین فضای عکس ها هست حالا با هم سرچ بکنید خودتون هم در واقع متوجه میشید و در نهایت پوستر تبدیل میشه به این که خب همونطور هم که میشه حد زد برای بحث متن حالا بازش بکنیم لایه مربوط به متن رو برای بحث متن اومدن از یک لایه با مودهای مختلف و با حالتهای مختلف اومدن استفاده کردن ببینید الان مثلا این بخش ها رو اومدن الان با استفاده از این لایه پر کردن نقاط این بخش های کناری و آروم آروم تا بیاد به این متن پایین برسه و خب همه اینها هم با استفاده از ابزار ماسک هم انجام میشه دیگه یعنی شما لازم نیست که حتما لایتون یه لای خشکی باشه میتونید با ماسک کارتون رو پیش ببرید این هم از این تصویر ببندم این رو هم ببندم بیایم بعدی یکی از پسترهای حرفه دیگه من لایه ها رو افکتاشو میبندم که خیلی دقیق با هم پیش بریم اول از همه که واترمارک ایشونه که من واترمارکشون رو خیلی دوست داشتم از فونتی که استفاده میکردن آروم آروم لایه ها رو با هم مخفی میکنیم من این رو باز میکنم یه دونه پترن اوورلی داره پترنش رو که باز بکنم و در واقع همونطور که توی صحنه میبینید می‌بینید یک طرح مذهبی خودش حالا شاید شما دقیق در واقع به چشمتون نیاد ولی خب خود این یک طرح مذهبیه و خب از همون پترن برای این متن استفاده کردن مخفی میکنم تکسچر داخل هست تکسچر داخل که شما با استفاده از ابزار مثلا کلیپینگ ماسک هم میتونید کار رو انجام بدید یا مثلا این لایه متنتون هست کنترل رو میگیرید یک کلیک و از این لایه که دارید توی صفحه ام رو میزنید راست کلیک و لیر ویا کات تا در نهایت این لایه خوشنویسی که دارید اون متنی که دارید جدا بشه مخفیش میکنم ببینیم که اینجا هم یک سری تکسچر ما داریم در این بخش مخفی مخفی نقطه اصل کار اینجور چیزا هم عزیزان اگر خاطرتون باشه ما میتونیم با استفاده از ابزار چی انجام بدیم با استفاده از ابزار بله میکسر براش بود یه لحظه از ذهنم رفت و شک کردم با استفاده از میکسر براش و انتخاب یک براش درست شما میتونید که در واقع یک همچین خوشنویسی رو در فتوشاپ درست بکنید شاید اینجور خوشنویسی ها رو شما مثلا یه سری افرادی رو ببینید که مثلا با در واقع تبلت های اپل که کار در واقع دیزاین انجام میدن با اونها خیلی راحت میشه انجام داد ولی خب ما توی فتوشاپ هم میتونیم دقیقا این رو طراحی بکنیم میریم سراغ بکگراند خیلی هستن که اول از بکگراند شروع میکنن دقیقا منم همین شکلی هم. اول بکگراندم رو به یک جای میرسونم بعدش میرم سراغ خوشنویسی و ادامه دادن اتفاقات دیگه یه دونه لایه داریم که اینجا اصل لایه یک افکت آبخوردگی هست که وقتی شما مودش بزنید روی کالر رنگش رو در لایه زیریش باقی میذاره کلمه ایده فتر هست مخفی میکنم و در واقع که مربوط به این بخش هست اصل خود کار اصل خود این خوشنویسی و یک افکت دیگه برای متن اصل کار و یک بگرانده ساده و این میشه بیس کار شما برای طراحی یک پوستر از در نهایت میشه این شکلی و خب همه چی هم سیر به سیر آروم آروم پیش میره یعنی شما از همین ابتدا نباید انتظار طراحی این کار داشته باشید ولی در بلند مدت باید تمرین زیاد داشته باشید تمرین یه نکته بسیار بسیار مهمه برای اینکه شما انشالله بتونید وارد این فضا به صورت حرفه‌ای بشید متن این کارو می‌بینید با استفاده از نرم کلک کس عزیزان دقیقا شما توی کلک یک همچین فونتی رو دارید فونتش هم اسمش یادم نمیاد من تو از این بخشای پایینی فونت هاش بود و یک سری تکسچر عزیزان میبینید پترن اورلی پترن اورلی و در واقع این تکسچری که شما اینجا میبینید من اضافهش میکنم و در نهایت میشه همین میخوایم با هم سایز در واقع اصل خود پترن رو ببینیم من میام اینجا قفل لایه‌مو برمی‌دارم دوبار کلیک میکنم پترن و اصل لایه‌مون این هست عزیزان همونطور که عرض کردم کار ایشون رو و سبک کار ایشون رو خیلی دوست دارم از کارهای قبلیش و از کارهایی که مثلا به یک جای رسیده یه پترن درست میکنه و توی کارهای مختلف پیاده میکنه این از پترنی که توی این کار در واقع استفاده شده و اصل خطش رو هم که خدمتتون عرض کردم خط یکی از خطهایی بود که در نوزار که استفاده می شد و در نهایت یک سری کپی پیس از لایه های مختلف که من وقتی خاموش بکنم میتونیم با هم اتفاقات رو ببینیم مثلا نقاط رو در واقع به این شکل به حالت یک دایره که داخلش تکسچر هست مثلا درآورده داخل همین دایره هم از یک بافت این شکلی استفاده شد این هم که میگم تکسچر منظورم یک بافته یک عکس در واقع و وقتی که اینها رو مخفی بکنیم در نهایت میرسیم به یک بکگراند ساده که این بکگراند هم با استفاده از یک تکسچر این شکلی درست می شود عزیزان این هم رد میشیم و اما یکی از کارهایی که ما توی همین دوره هم در زمانی که میخواستیم یک سری از منوها رو میخواستیم با هم بررسی کنیم دیدیم این کار هست عزیزان که یک چیز بسیار بسیار عالی از در واقع احاد... یکی از احادیث زیبای امام حسن که خب میتونیم پوسترش رو با هم ببینیم لایه رو خاموش میکنم اصل خود کار که یک یک رنگ مشکیه بعدش میاد یک لایه ای هم برای این زیر قرار داده شده میبینید یک در واقع بحث کاشیکاری اسلامی و یک افکت در واقع قرآن قدیمی که خب من این رو هم اتفاقا خودم یادم یه سری سرچ کرده بودم در موردش که در واقع قرآن های قدیمی هست اسلامی قرآن که خب من اینها رو یه سری همونطور که عرض کردم خودم دانلود کردم اما این چیزی بود که استاد عزیزمون در پکیجشون قرار داده بودم و خیلی استفاده از این کار من می کردم و خب در نهایت وقتی که بیایم پایین تر تبدیل میشه به یک همچین چیزی تبدیل میشه به یک همچین تصویری که خب اینها یه سری براش هست عزیزان همونطور که عرض کردم براش گرد و براش دود که تو این جور کارها استفاده میشه و خب حالا نکته هم که اینه که حتما این لایه ها از پایین به بالا شروع نشده به طراحی کردن ها ممکن مثلا این بخش مثلا این افکت هایی که در واقع این هایی که هست بعد از اینکه مثلا کل پوستر طراحی شد مثلا استاد ما به فکرش رسید که مثلا این بخش رو یک حالت در واقع آتش بهش بده و اومده از این براشا استفاده کرده به خاطر هم این همیشه منظور کار و توی بحث پی این شکلی نیست که شما از پایین شروع کنید به بالا ممکنه در حین کار یه چیزی اضافه کنید و مجبور بشید مثلا لایش رو بیارید پایین تر لذا این هم از این نکته بریم با هم یه کار دیگه رو ببینیم مثلا یکی از کارهایی که من تو تلویزیون دیده بودم این رو استفاده کرده بودن دقیقا همین بود که با هم میبینیم یک لایه هست برای بحث خوشنویسی کار اصل خوشنویسی کار که خب به صورت دستی در آوردن کاملا واضح و زیباست و در نهایت میبینیم که کار به این شکله با هم لایه رو خاموش میکنم خاموش بکنیم ببینید هی داره از این افکت هایی که اینجا هست این کشیدگی ها داره کمتر میشه چرا چون که این کشیدگی هاست که این حالت این شکلی رو واقعی میکنه خیلی هم کار میبره این حرکت ها واقعا خیلی کار میبره من میدونم این پستر چقدر کار میبره خاموش میکنم و نهایت میرسیم به یک خوشنویسی این شکلی و در نهایت یه سری بافت که اصل کار رو در واقع همین بافت ها و همین چیزها شکل میدند همونطور که ملاحظه میکنید و کار بسیار بسیار حرفه ای درست میشه با هم بریم چند تا کار دیگه ببینیم مثلا یکی از کارهایشون که من فیلم طراحیشون رو هم دیده بودم این کار هست یکی از زیباترین کارهایی که میتونم بگم تا حالا طراحی شده اصل لایه ها رو با هم ببینیم خب این لایه در واقع همون افکتی هست که من خدمتون عرض کردم افکت یعنی چی؟ یعنی بحث در واقع همون پلاگین نیک کالکشنی که در واقع اینجا هست از اسمش معلوم هست نیک کالکشن اما بیام سراغ به پروسه طراحی با هم زوم میکنیم توی اتفاق اینجا ما یک کلمه اللهی رو داریم یعنی این خونی که پاشیده شده الله هست نمادگرایی رو ببینید چقدر زیبا صحنه اصلا صحنه فوق العاده شروع میکنم به خاموش کردن لایه ها لایه روی لایه متن هست بعدش میاد یک افکت اینچنینی که خب روشی درست کردنش خیلی ساده است من بذارید که این رو بذارمش روی نرمال این رو میبینید که به این شکل روشی درست کردنش خیلی ساده است سریع بهتون نشون بدم شما میاین با استفاده از ابزار براش تو همین مثلا خالی... لایه خالی هاردنسش روی 100 درصد یه دونه کلیک میکنید بعد با استفاده از پاکون با یک سایز نزدیک به این سایز راست کلیک هاردنس و چند بار کلیک میکنید و در نهایت یک همچین قوسی برای کار شما باقی میمونه و میتونید توی کارتون استفاده بکنید این دو یک عددی است چون که این کار سال 2012 طراحی شده خاموش میکنم میبینیم که ای حجم کاری و یک بافتی خیلی در نظر گرفته دقیقا همین بافت است که من خدمتتون عرض کردم که خیلی کارش رو دوست دارم مجدد خاموش میکنم اینجا میرسیم به خوشنویسی الله به این تایپوگرافی الله اون تیرها رو الان داشتیم الله اون خونهای پایین این در واقع هایی که اینجا وجود داره اینجور فلرها رو هم شما همونطور که هم میتونید سرچ بکنید دیگه یعنی مثلا سرچ بکنید لنز فلر شما لنز فلر که سرچ بکنید میتونید در واقع یک سری از همین چیزها رو میتونید دانلود بکنید مثلا پی جی هم که بزنید مثلا براتون پی جی میاره و خیلی لنز فلر ها خوبه از زمانی که شما بخواین در واقع برای بحث محصومین بخواین کار بکنید خب لازمه که چهرهشون در واقع یک حالت نورانی داشته باشه که خب میتونیم از این لنز فلر ها استفاده بکنیم خون رو ما داریم در این بخش اصل خود در واقع این تصویر اصلش چی بوده اصلش این بوده غالبا یکی از نقاشی های یکی از مثلا بزرگان بحث نقاشی در ایران مثلا شاید یکی از کارهای استاد فرسجیان باشه من این رو اطلاعی ندارم ولی خب ببینید میتونید که این قضیه رو از توش یک پستر هنری دیگه در بیارید یعنی همیشه لازم نیست که همه چی خام را و در واقع بدون فرم باشه شما میتونید از یک چیز فرم دار هم یک اثر هنری در نهایت درست بکنید و خب همونطور که میبینید این دست اینجا خیلی مشخص نیست برای بحث دست استاد عزیزمون اومدن این رو لایش رو جدا کردن زوم بک میکنم و خب همون دست و در نهایت اصل خود کار اون خوشنویسی که این یک مینیاتوری اسلامش میگن گل و مرغ یک بافت آب خورده یک آب گلی در واقع یک حالت گرانجی با هم اصلش ببینیم یا در واقع این حالت کاغذ سوخته است اولد پیپر اسلامش میگن یعنی برن اولد پیپر یک عکس مهراب که چند تا داپلیکیت هم ازش شده بود که اون تاثیر خوش رو بذاره همونطور که میبینید و یک حالت شن و ماسه که خب دقیقا اون هم تکسچر هست یک حالت گرانجی مجدد یک حالت اینچنینی و یک کاغذ تا خورده یک کاغذ تا خورده به این شکل و نهایت اون اثری که شما میبینید که این اثر باشه در نهایت خلق میشه کار بسیار بسیار زیبا و خب این فونت هم همونطور که عرض کردم از جمله فونت های نرمافزار کلک هست که البته فکر کنم من این فونتش هم جداگونه توی مجموع فونت های ام دیده بودم اما خب چون که من فونت رو پاک کردم خیلی الان حضور ذهن ندارم من این پوستر رو هم میبندم تا با هم بریم سراغ یک پوستر زیبای دیگه که از لحاظ فنی هم کمی خاص باشه بیام بالاتر مثلا یکی از چیزهای خیلی خاص این تصویر بود که من در واقع همین اواخر هم گذاشته بودم شروع تصویر در واقع صفحه ساوند کلودمون فایل پی اس شو دوست دارم باز بکنم ظاهرا که اصل لایه این هست با هم شروع میکنیم به مخفی کردن می‌بینیم که یک حالت در واقع یک دیوار گرانجیه و یک حالت لنز فلر که به این لنز فلر نمیشه گفت ام اسمش رو الان نمیدونم چی بذاریم خب جزو مثلا های خودم هست که دارم بذارید الان بهتون نشونش میدم که مثلا این مورده یکی دیگهش این مورده که خیلی هم استفاده شدیده دیده بودم و اون یکی رو هم الان به چشمم بیاد که خب نیومد اما خب همونطور که عرض کردم در واقع یک همچین تصویریه دوباره میبندم میذام روی نرمال افکت گرانجی یک سری پارتیکل افکت در واقع این افکت نیست البته افکت هست ولی خب اصل خود لایش براش در واقع پارتیکل هم میشه در واقع سرچ کرد این تصویری که میبینید در واقع این علامت دستی که شما اینجا میبینید که خب یه سری براش روش خورده البته اینجا ماسک نیست ولی میشه این رو با افکت ماسک کامل در آورد دیگه به جای اینکه مثلا از براش نرمال استفاده کنید از همین براش قبار استفاده میکنید تا در نهایت همه اینا که فیکس بشه تبدیل میشه به یک کاری که در واقع به این شکل هست مرحله بعدی میریم سراغ رنگ و نور برای بس رنگ و نور خب معلومه که اینجا از یک پلاگین استفاده کردن ما رد میشیم برای حالت یخ و آتیشی که اینجا وجود داره اومدن از چی استفاده کردن از در واقع این تصویر که خب یک حالت دود یک در واقع تصویر دود و مود رو گذاشته روی سچوریشن مود رو گذاشته روی سچوریشن و خب این حالت یخ و آتیش رو ما در اینجا میبینیم در نهایت اومدن از یک تصویری استفاده کردن که در واقع همون پلاگین نیک کالکشن هست و در نهایت فاینال ریزال که یک همچین تصویر بسیار بسیار زیبایی توی کار هست. و خب این حالت آبخوردگی که شما میبینید این حالت آبخوردگی این رو با استفاده از پلاگین فیلتر دیستورت و دیسپلیس میان این حالت آبخوردگی رو در واقع طراحی میکنن و خب شما میتونید که مسک بکنید چند تا لایه درست بکنید تا در نهایت اون چیزی که دوست دارید رو خلق بکنید اینها دقیقا از آن با استفاده از همون پلاگین همون در واقع فیلتر دیستورت دیسپلیس هست بریم با هم ببینیم کار دیگه چی هست یکی از کارهای بسیار بسیار زیبا فوز دو بل کعبه باز میکنم توی صفحه بالایی از لایه اولی شروع میکنیم لایه اولی که یک بکگراند هست رسما لایه دومی که وقتی بیایم که در واقع لایه‌اش حالا خیلی لایه بازی نیست اما خب میشه قشنگ حد زد یک خوشنویسی که این خوشنویسی ها رو در اکثر اوقات از خودتون باید طراحی بکنید یعنی سایت معلا هست و معلا معلا این سایت هست خب ولی اول آخر شما در نهایت خودتون باید در واقع خیلی از این خوشنویسی ها رو طراحی بکنید چیزهایی که در واقع در صحنه مختلف هست رو لازمه که خودتون رو طراحی بکنید چون میتونید بیان در بخش مثلا دستبندی های موضوعی و هر چی که دوست داشتید رو دانلود بکنید یا مثلا این بالا سرچ بکنید و خب کارهاشون هم بسیار بسیار حرفه‌ای و جدیده و خب میتونید استفاده بکنید اما معلومه که اینجا در واقع از براش استفاده کردن یک لایه خالی براش زدن اینجا رو مشکی و اینجا هم با صورت از پا پاک کردن گذاشتن روی اوورلی. کالر مثلا یه کپی ازش گرفتن گذاشتن روی کالر که این در واقع دیوار این لای این قسمت دیوار رنگش تبلش به قرمز و براش و همون براش روی یک داپلیکیت زدن یک کپی کردن و مودش گذاشتن روی اورلی و خب اصل مت رو هم در واقع اومدن از یک بافتی استفاده کردن در یک در واقع میشه گفت پترن و این بخش که در واقع میگیم حالت آبخوردگیه اومدن با استفاده از ابزار مغناطیس لاسو طول که حالا با هر ابزاری میشه این بخش رو انتخاب کردم فیلتر دیستورت دیسپلیس و یک حالت در واقع گرانجی و میشه گفت آبخوردگی و حالا حتی این بخش رو بهش اضافه کردم و فاینال ریزالت این میشه همونطور که بینید بسیار بسیار زیبا هست یک در واقع حالتی که یک در واقع مرغ مینیاتوری آیات قرآن داخل این بخش و یک سری در واقع بافت دیگه ای که روی این بخش متن ها و اینکه متن خودش رو از بگران بک جدا بکنه اعمال کردن و این بخش زیری هم خیلی ملو و ریز از آیات قرآن ما این بخش ببینیم قرآن قدیمی خلاصه که عزیزان وقتی که شما ور بشید در این دنیای طراحی در این فضا بلخص حالا سبکی که پر از بافت و در واقع سبک این چنینی هست میبینید که در واقع جا برای یادگیری زیاده و خیلی باید تمرین بکنه تمرین همونطور که از هم یکی از نکاتیه که شما رو میتونه به موفقیت توی بحث طراحی و بحث کار برسونه اما عزیزان خوشحال شدم که در این جلسه هم با شما همراه بودم جلسه بعدی رو خواهیم داشت در مورد بحث طراحی لوگو و نکاتی که صورت تجربه خودم کسب کردم و دوست دارم به شما منتقل بکنم تقریبا میشه گفت خیلی از این مطالبی که در این جلسه یاد گرفتیم در ابتدای کار خیلی هاش در واقع میش گفت حالت ترکیبی داره با بحث لوگو چون که هر کدوم جفتشون از بخشی از دنیای گرافیک هستن و خب اون علم رو لازم دارن اما در جلسه بعدی به صورت تخصصی میخوایم که با هم وارد فضای لوگو دیزاین بشیم و ببینیم که چه انواع لوگویی داریم و فضای اون به چه شکلی هست انشالله که از این ویدیو هم لذت برده باشید و بتونید که وارد این فضا بشید و کسب درآمد کنید و خیلی هم خلاصه و خوب به قول گفتنیم لذت هنرتون رو انشالله ببرید جلسه بعدی رو به از اساس ندید و موفق و معید باشید و خدای نگهداره شما باشه